آ ببین الان این یک و 2.275 دم دو دلار حالا به اتریوم شه یک و اتر فروش رفته هش ماه پیش یکی از این دکال ها و میبینید که آره این دکال مثلا یه پروژه بود که توی قره دو تا شما برنده شدم و خیلی جذاب بود و گفتم شاید این قسمت ماجران براتون جذاب باشه سلام کماکان من جی تی هم و اینجا این اف تی پروموشن یکه و امروز قراره در مورد پلتفرم دکاد دات آرت صحبت بکنیم اگر به هر شکلی با دنیای هنر و این در ارتباطیت فکر میکنم تا انتهای این ویدیو و ویدیوهای بعدی که در همین پلیلیست قراره برای شما بذارم در مورد دکادات آرت که تجربیات ریز و درشت من توی این یک سال و یکی دو ماهی که از ابتدا با این پلتفرم بودم قرار با شما به اشتراک بذارم تجربه شخصی اگه دوست دارید در مورد این پلتفرم بدونید و در بیشتر براتون کامیونیتی مهمه و آشنا شدن با آرتیست های مثل خودتون یا کالکتورها به هر شکلی ریسرچر هایی که توی دنیای آرت به خصوص دنیای NFT و متاورس دارن فعالیت میکنن میخواین آشنا بشین با من همراه باشید تا آخر تا به انتقال تجربه بپردازیم. خیلی خب من از صفحه اول این دکا این پلتفرم شروع میکنم که خیلی ساده بهتون بگم که مثل همه پلتفرم های دیگه که روی وب تری هست احتمالا ساینینش براتون جالب باشه چون با کیف پول ها طرفید البته خب شما با ایمیل و سوشیال میدیا های مثل توییتر و دیسکورد هم میتونید ساین اپ کنید و ساینین بشید توی این پلتفرم ولی خب Uh, چون اینجا وب تیری هستش و ما با uh, کیف پول ها طرفیم uh, من خودم ترجیح دادم که با متا وارد بشم uh, اگه قبل از اینکه با این پلتفرم آشنا بشید احتمالا آرتیست هستید یا با NFT سر و کار دارید احتمالا با کیف پول متا و کیف پول های دیگه احتمالا سر و کار داشتید و میدونید که با این کیف پول ها میشه به پلتفرم های مختلف فز شد حالا من اینجا میخوام با کیف پول اصلی خودم که حالا در واقع NFT هم داخلش هست ساینین بشم وقتی که ساینین میشید شما در واقع یه سری امکانات برای شما باز میشه خیلی زیاد از این گزینه ها و اینا وحشت نکنیم من سعی کنم همه این تب و قسمت های مختلف این پروژه رو به شما معرفی بکنم کامل و تجربیات خودم رو به شما انتقال بدم میتونیم قبلش اصلا نقشه راهمون رو که اینجا خود داکیومنت های دکار برای شما گذاشته و شاید حتی خودتون میتونید این مطالعه بکنید خب اینجا میبینید که خودش میگه که این, این اینجا جاییه که میتونید آبجکت دیجیتال رو پیدا بکنید اینجا میتونید یک دکاگون مینت کنید دیسکورشون هم که خب اینجا میتونید عضو بشید آرتیست رو میتونید اینجا پیدا بکنید و اینکه که تاپیک های مختلفی که من قرار بررسی کنم آرتیست هاست دکاگون ها و دی ایکس هاست دکال هاست ایچ هستش موس گالری و ام هستش رایت کلیک شیر دی دکا و بقیه چیزاشون که حالا اینجا گذاشته لینک های مختلفشون و قبل از اینکه اصلا شروع بکنیم سه جالب بهتون نشون بدم بحث کانترکتاشون که حالا احتمالا با من کانسپت ترانسپرنسی شفافیت توی دنیای وب تیری شما آشنا هستید تا اینجا اگه آشنا نیستید بدونید که در واقع زال و زندگیشون رو اینجا میان میذارن تمام قراردادهایی که با آرتیست های مختلف و بستن اینجا موجوده و شما تو برید تک تک چک کنید که با کیا قرارداد بستن مثلا اینجا اسم ایکس کاپی رو میبینید که خیلی معروفه کیج uh, گلی رو میبینید که یکی از آرتیست های اصلی این پروژه هستش uh, و بقیه دوستان مثلا گرند یان هستش و خیلی از آرتیست که شما احتمالا به گوشتون آشناه با این پروژه همکاری میکنن و اینجا کامل شما میتونید پیدا بکنید این کانترکت که این قراردادایی که باشون بستن uh, خب uh, میتونیم از تاپیک آرتیست شروع بکنیم و وقتی ما اینجا قسمت آرتیست ها رو باز بکنیم خب این قسمت آرتیست ها یه سری ریزکاری داره که براتون میگم یه قسمت داره که خب میتونید پروفایل بسازید که من مثلا از قبل پروفایل خودم رو ساختم اینجا میتونید پروفایل مثلا من رو ببینید میبینید که پروفایلش این شکلی دو تا چیز داره پروفایل پیکچر داره فقط یه نکته ای من اینجا قبلش که اصلا ادامه بدم بگم که شما هر استی که اینجا میبینید NFT هستش و چیزی رو تا تقریبا دو هفته پیش نمیشد آپلود بکنیم و تا الان جدیدن یه چیزی رو اضافه کرده به اسم آپلود که میتونید مثلا دراپای بعدیتون رو که توی مثلا پلتفرم دیگه میخواین دراب کنید و بذارید منتو حساب شما با اسیت هایی که اینجا سر و کار دارید حتی پروفایل پیکچر هاتون میبینید که یک NFT هستش یعنی الان مثلا این یه دکال با... که مال کیج گولید هستش در واقع کریتورش اینه و و اینو من برنده شدم الان اینجا میزنه اون یعنی اینو صاحبش هستم حالا خیلی کوتاه بگم که این پروژه جانبی دکال رو که من برنده شدم اصلا دو تا برنده شدم که یادمه ای حالا اینجا خیلی شد برای اینکه یک کوچولو حالا درست اولویت من یک کم اولویت دومم بحث مالی این قضیه باشه ولی خب چون الان بحثش پیش اومدیم بگم که این دکال هایی که اینجا من برنده شدم دو تا برنده شدم که یه دونش رو فروختم بودن یک و دو دهم ده اتریوم یه دونش رو همجور هولد کردم که همین الان میبینید تقریبا 243 دلار یا 15 صدام اتریوم با قیمت الان اتریوم که حدود 1600 خورده یه فکر کنم در این تاریخی که داره این ویدیو ضبط میشه آفر روشه و من اصلا اکسپت نمی کنم یعنی نمیخوام بفروشمش حالا اینم گفتم به تو بگم که چه جالبیه تو قره کشیش اینو برنده شدم اه حالا اه این پروفایل یک آرتیست هستش که بخش متفاوتی داره کارهایی که شما انجام دادید و روی کیف پولتون هستش اینجا مثل اینستاگرام جایی دیگه که مثلا پست و ریپوست میکنید گالری هاتونو این قسمت گالری داره که دو حالت میتونید گالری بسازید سیمپل گالری و فری استایل گالری که در واقع سیمپل گالری ها این شکلی حالت خیلی ساده میاد مثلا با یه عنوان و یه عنوان ساده و خود NFT میتونید ترکیب این دوتا به صورت بلوک بلوکی اینجوری حالت بلاکی بچینید بیاید کاراتون رو مثلا آه، فقط آها این یه نکته داره اینجا که وقتی میخواید یک گالری بسازی چهار تا قسمت داره کیف کیف پولتون رو اینجا نوشته که NFT هایی که شما صاحبش هستید در روی کیف پولهاتون هستش با یک کلیک میتونید بندازید اینجا و باهاش گالری بسازید این اینجا میشه اسمم مشخص کرد براش مثلا تست یا هم همچی چیز یا اینایی که لایک کردید NFT ای که لایک کردید مثلا این NFT یا این مثلا اینا رو میتونید اینجا با هر کلیک دوباره میتونید حتی برداری خیلی ساده است کار کردن باهاش همه NFT هایی که با این چهار تا کاتگوری میتونید پیدا بکنید یا اسمش رو سرچ کنید یا کانترکت آدرسش رو حالا بهتون میگم که چجوری یک کانترکت آدرس رو اینجا بذارید و اون NFT رو پیدا بکنید برای مثال من یه دونه NFT دارم که میخوام باهاش گالری بسازم این صفحه منه توی فاوندیشن میخوام یه دونه NFT دارم که باهاش گالری بسازم اینجا توی اترسکن من اگه برم میتونم کانترکت ادرس رو کاپی بکنم و وقتی کاپی کردم اینجا بیام و باهاش گالری بسازم این قسمت کانترکت ادرس میتونید پیس کنید راه متفاوتی داره برای اینکه NFT تون رو پیدا کنید برای اینکه گالری بسازید یکی اینکه گالری رو لایک کرده باشید یا اینکه مثلا کانترکت ادرس رو دادم این NFT رو پیدا کرد بعد میتونم اینجا باش گالری بسازم یا مثلا میتونید آپلود بکنید ایمیج این این اضافه کرده تقریبا یک ماهی هست که این قسمت آپلود اضافه کرده قبلا هر چی شما میدیدید روی دکا NFT بود منتها الان دیگه چون بحث دراپ ها هم پیش اومده که می میتو... مثلا برای دراپ های آینده میخواین مثلا م... کاراتون رو بذارید این آپلود اضافه کرده شاید هم این یک ترانزیشن اه... باشه برای اینکه بخواد این اه... دکاد آرت تبدیل بشه به یک پلتفرم NFT که روش NFT مینت بشه نمیدونم فعلا این دکاد دات آرت یک گالری پابلیکه که شما میتونید اونجا پروفایل آرتستیک خودتون و پورتفولیوی خودتون داشته باشید و حالا اینو مثلا این گالری من تست کنم بنویسم اینجا ببینیم چه شکلی میشه مثلا این گالری تستمون اینجا من اگه سیوش کنم تو حتی مستقیم پستش بکنم Uh, مون سیوش میکنم اینجا و میاد توی گالری هام دیگه الان اسم گالری هم میتونم باز تغییر بدم گالری دو هم میتونم تغییر بدم همون تست الان این این کار فکر میکنم چیز باشه the metamorphosis که یکی از کارهای خودمه که روی فاوندیشن میت کردم و اینجا هر وقت میتونید ادیت بزنید اینجا میگه که موجوده چون قبلا من ساختم حالا این دو شو من میذارم چون قبلا ساخته بودم این گالری حالا برم داخل پروفایلم تو قسمت گالری ها این گالری که ساختم رو میتونم ببینم اینجا اینجا گالریشو ساختم میتونم ببینم چون قبلا متامورفوس ساخته بودم تو داشت ارور میداد این گالریایی که من ساختم حالا اون نمونه یک ساختن یک کرییت سیمپل گالری بود فری استای گالری هم که امکانات بیشتری به شما میده برای اینکه بتونید لی اوت گالریتون خودتون کاستماایز انجام بدید و خیلی امکانات باحالی میده برای اینکه مثلا چیز بکنید یه گالری با سلیقه شخصی خودتون بسازید حتی امکانات خیلی ساده یه مثلا میگه بکگراندش چی باشه بعد بکگراند رو اینجا انتخاب میکنی حالا هر چی که هست بعد میگیری میندازی اینجا بعد میتونی دیگه, دیگه دیگه دست خودتونه دیگه اگه مثلا گرافیست باشید شاید راحتتر بتونید یه گالری خیلی حرفه ای بسازید ولی خب این امکانات خیلی ساده ای که بهتون میده مثلا بگراند بعد تکست بهتون میده تلفیق تکست و NFT NFT هم که خب مثل همون سیمپل گالری شما میتونید NFT هایی که توی کیف پولتونه یا اونایی که لایک کردید و پیدا بکنید یا NFT هایی که با کانترکت ادرسی که حالا بهتون گفتم تو اترسکن پیدا میکنید از اینجا از این ویو آن از هر NFT که دارید و براتون جذاب میخواید برید حالا فرقی هم نمیکنه NFT خودتون باشه یا NFT بقیه باشه از اینجا میتونید مشخصاتش رو پیدا بکنید کانترکت ادریس مثلا یا توکن آیدی و اینجا وقتی میخوایم بسازید سرچش کنید اینم از این این چیزی بود که میخواستم در مورد گالری ها بهتون بگم به چیز ساده یعنی خیلی چیز عجیب غریبی نداره یه کمی باش کار بکنیم میبینید که حالا مثلا تو احتمالا جای دیگه مثل پینترست و اینستاگرام و اینا شما همین حالت سیمپل گالری داشتین که پست میکردید ولی اینجا دیگه فری هم بتونید میده انگار وبسایت شخصی تونه مثلا تو شما با تلفیق تکست و در واقع بک‌گراند و اینها میتونید مثلا یه همچی چیزی بسید مثلا من این گالری فری استایل منه که اومدم به سلیقه خودم چیدم اکسامو به این شکل و حالا دیگه این بستگی به سلیقه خودتون داره اینم در مورد گالری هایی که اینجا هست و این گالری ها رو بذار یه نکته دیگه هم در موردش بهتون بگم مثلا همین گالری رو اگه نگاه بکنید یه سری امکانات اینجا داره ادیت و اینا که خب هیچ اینجا میتونید هیدنش با کنید میتونید فول اسکرینش بکنید این رندر لایو رو که بزنی وقتی که باز میشه این صفحه رندر میگیره و اینو پلی میکنه مثلا که پلی از اونو بردارید خب حجم کمتری چیز میکنه ازتون میگیره یه،, یه،, چیزی اینجا داره خیلی باحاله مثل به حالت ماجیک تولز اینو که بزنید ان هایی که هم استایل خودتون هستن تقریبا رو به صورت ویژوالی میاره یا با تگ هایی که استفاده شده اینم از این این قسمت حالا بعدا براتون توضیح میدم اگه فرصت شد یعنی فرصت شد که فکر کنم بس اچ کریت اچ که توی الان این تاپیک نمی بعدا براتون توضیح میدم که چه جوری میشه از یک NFT اچ ساخت تا همینجا داشته باشید تا بعدا براتون توضیح بدم خیلی خوب شاید براتون جالب باشه این جیتی که اسم پروفایل من هست اسم برند من هست چرا دو حرفیه خب من چون جز اولین نفرهایی بودم که توی این پروژه بودم و یک توکنی رو داشت به اسم اکتاگون که براتون بعدا توضیح میدم و این امکان رو به شما میداد که دامین یا حالا اسم کوتاه انتخاب بکنید که دو حرفیش خب دیگه خیلی خفن بود یا اعداد اعداد رو مشخص بکنید یه حرفی که نمیداد ولی کمترینش همین دو حرفی بود که خب من اینو گرفتم و قسمت های دیگه که خب ادیت پروفایل پروفایلتون هستش که اینجا میتونید ادیت بکنید پروفایلتون رو ببینید یه نکته بهتون بگم کلا برای اینکه شما چیزی بخواید اضافه بکنید مثلا من اینو ریموو میکنه، میخوام چیزی اینجا اضافه کنم یا باید تو کیف پولتون باشه اینجا نوشته دیگه اون بای می بلاکچین چین اتریوم اه. یا اینکه اصلا لایکش کرده باشید یا خودش اینجا براتون رو نوشته اه. یا اینکه مال خودتون باشه یا اینکه اسمارت کانترکتش رو داشته باشید که از همون اترسکنی که بهتون گفتم میتونید ببینید اینجا یا اینکه اون بای یه نفر دیگه کیف پول طرف رو میذاری و اون NFT رو میتونید اینجا داشته باشید یا فیوریت می که همون لایک لایک کرده باشی فقط اینو حواستون باشه که باید اینو بنویسید این اینو تایپ کنید اینجا تا براتون اون NFT بیاد بعد استفاده بکنید اینم ادیت پروفایل که خب اسمو نمیدونم بایوگرافی و دیسپلی اینم اخیرا اضافه کرده دیسپلی نیم که مثلا کوتاه اسمتون اینه مثلا شاید مثلا بخواید یکم بیشتر توضیح بدید این دیسپلی نیمتون هستش بنرتونه که باز ان تایپ پروفایلتونه که خب یا یوزر یا دیفالت یا آر... آرتیسته حالا اینو من نمیخوام سیوش کنم چون قبلا این کارو کردم ببین اینجا تو آواتاراتون دو قسمته یه قسمت هم بحث دکاگونا که بعدا بهتون میگم که این یه پروژه جانبی مال خود دکات پروژه اصلی دکا هستش Uh, خب برگردیم سر این که خب این هم که خب ها و فالوینگ ها تو سابسکرایب داره آه, آها یه نکته این سابسکرایبرز ها داره که شما یک نفر رو که سابسکرایب میکنه مثلا دو نفر من رو سابسکرایب کردن دیگه براشون با ایمیلی که دادی خبر یعنی مثلا خبر اینکه شما یه دراپی چیزی انجام دادی آه, بهشون میده مثلا اگه یکی کالکتورت باشه سابسکرایبت کرده باشه اگه تو دراپ بکنی دراپ جدید داشته داشته اینجا بهش خبر میده این سابسکرایبرز ها برای این قضیه است فالوورز و فالوینگ هم خب میتونید مثلا پستایی که میذاره و اینا رو فالو کنید مثل جای دیگه است این قسمت هم که خب میبینید تویتر و دیسکورد منو و کیف پول هایی که به این وصل هست به این پروفایل وصل هست و اینجا ببینید یعنی طرفی توی کیف پابلیک آدرس طرف رو اینجا پیدا بکنید هر کی که هست بتونیم کامل اینو رو منتون بهتون گفتم آها این قسمت ورکس که میتونید فیچر بکنید اینجا پین داره میتونید اینو پین بکنید اینجا یا کالکشن اینجا بسازی مثلا کالکشن متامورفوس من اینجا ساختم میتونید ادیت بکنی, بکنید آپلود بکنید یه کالکشن دیگر رو از این قسمت که حالا من نمیخوام کار انجام بدم شما خودتون میتونید برید یه کالکشن بسازید کار راحتیه خیلی کار سختی نیست و دیگه چی دیگه اینکه پستاتون رو اینجا میذاره که الان مثلا اخیرا من اینا رو پست کردم چه جوری پست میکنید میتونید اینجا کرییت پست رو بزنید یا اینکه از گالریایی که قبل داشتید و بردارید مثلا ریپوست بکنم مثلا همین الان من میخوام این بلک اند وایت رو ریپوست بکنم پستش کنم این پست رو که میزنم به هت نشون میده که میگه که پست کنم به کجا فالوورایی که دارم یا این اسکوئرای که هست حالا این ها بعدا در موردش صحبت میکنم که یه سری تاپیک مثلا وان او وان آرت کیوب دارک آرت بعد مثلا من تو فوتوز میخوام بذارم در موردش هم بگم میشم میگم بخیر بعد پستش کنم خب توی دیسکریپشن هم بذارید در واقع اینو که من الان پست کردم رفت قسمت اسکوئر ها که بعدا مفصل در موردش صحبت میکنم ببینید این اسکوئر فوتوس که هومو که بزنید این قسمت میتونید پیدا بکنید میبینید اسکوئر ها رو اینجا میتونید پیدا کنید حتی فیوریت بکنید استارش بکنید که داشته باشیدش و الان ببینید اینجا 20 ثانیه پیش من اینو پست کردم حالا در مورد اسکوئر ها مفصل صحبت میکنم ولی همین اندازه بدونید که این اسکوئر ها مثلا الان نگاه کنید 124 هزار تا ممبر داره این تاپیک یا اسکوئر فوتوز که من در معرض دید اینها قرار میدم این کار رو یعنی پست میکنم برای این آدمایی که اینجا هستن یه حالت کامیونیتی بیس خیلی باحالی داره کتگوری بندی شده است. مثلا فوتوها رو اینجا میذاری یا مثلا کیوبا رو اینجا آرس و اینجا دارک آرس و اینجا مثلا یکی از هایی که مال خودم هستش قبلا ساختمش که حالا میگم چه میسازیم یه اسکوئر رو بعدن مثلا دارک آرت هستش که من فاندرش هستم و تقریبا 275 تا ممبرز داره یا مثلا آرت هستش که باز اینم مال منه که قبلا فان ساختمش 460 تا ممبر داره حالا برم کار میکنم که بیشتر پروموتش کنم ببینید یه بنر مثلا برای آرت شما مثلا این کار NFT منه خب و بقیه هم میان کاراشون رو میذارن اینجا توی زیر تاپیک این آرتس خب در مورد اسکوئر مفصل صحبت میکنم تا همینجا داشته باشید و برگردیم سر همون قضیه آرتیس پروفایل اینجا که ما کجا بودیم پست داشتیم میکردیم که چجوری پست انجام میدیم و بعد گالری میسازیم و گالری همونو پوست رو پست میکنیم والت که باز کنید دیگه این اسط های دیجیتالی که حالا NFT هایی که توی کیف پول من هست و میتونید اینجا پیدا کنید یا کیف پول هر کی دیگه اینجا چون وب شما کیف پول بقیه رو میتونید اسط هایی که روش هست و اینجا چک کنید و ببینید و مثلا این NFT رو مثلا دکال من برنده شدم و گفتم بهتون که تو کیف پوله هست مشخصه که اونرش منم اونجا نوشته که آونر... اونرش من هستم شما هر اسیتی که میبینید صاحبش مشخصه میتونید ترک بکنید و این قسمت لایک که حالا شما هر لایک کرده باشید و نشون میده مثلا من اینایی که لایک هم خودم لایک کرده بودم که گمش نکنه بتونم باش گالری بسازم که راحت تر بود بتون گفتم قسمت گالری ساختن به جای که بریم اینجا از اترسکن کانترکتش رو کپی کنیم خب لایک بکنی راحت میتونی اون NFT پیدا بکنی و باش گالری بسازی این هم قسمت لایک ها اچ هستش که این پروژه اچ در واقع ام... اه... یه جورایی این پلتفرم ام... پروژه پروژه دکاگونش چون اوایلش فری بود اه... فاندی که در واقع بهش حالت دونیت میشه از طریق این اچ هستش که شما تو این پروژه اچ ام... میتونید با لیفت کردن مثلا یه پولی رو به این پلتفرم بدید که حالا ساز کارش رو بهتون میگم اونتا مثل جالب که داره شما یه NFT رو انتخاب میکنید یه متنی رو مینوسید مثلا من اینو نوشتم I was born in black hole این از NFT خودم تل... تلفیقش با این I was born in black hole این تکسی که هست یک NFT سومی بهتون میده که بهش میگن H و در واقع الان اینجا بزنیم میگه سابجکتش این بوده تکستش این بوده و اچش شده این لیفتم که خب هر کی که بیاد این NFT رو لیفت کنه یه ورژن جدید از این NFT بهش میده و اون پولم میره توی در واقع کیف پول دکا یعنی این پلتفرم حالا در مورد اچ هم چون تاپیکش جلوتر هست باز مفصل صحبت میکنم منتها چون اینجا دیدمش گفتم یه کوچولو صحبت بکنم اینها هم که دیدیم که کپی لینک و نیو دراپ آها این قسمت نیو دراب. جاییه که شما میتونید دراپ بعدیتون که روی یک روی هر پلتفرم دیگه ای اینجا اضافه بکنم که دکاد دات آرت یه حالت بریجی بین اکثر پلتفرم ها و چین ها یعنی اتریوم گرفته تا بیت کوین و ایدا و نمیدونم سولانا و بی ام بی و تزوسو، همه رو شما میتونید خرید بکنید بریج یعنی شما از اینجا میتونید از توی دکا دات آرت میتونید ان رو حتی بای بزنید یعنی ان رو بخرید شاید جالب باشه براتون مثلا این ان رو ببین مثلا میتونید اینجا دکمه بای داره خب این قسمت دراب شما میتونید اگه پروژه ای دارید یا NFT قرار مثلا هفته بعد یه ساعت بعد یه روز بعد روی یه پلتفرم مثل فاوندیشن مثل آبجکت مثل اوپنسی هر،, جا هر پلتفرم دیگه میخواید مینت بکنید اینجا میتونید از قبل تایتلش رو بزنید دیسکریپشنش رو بزنید فایلش رو بذارید بعد لینک تو دراپ رو بذارید مثلا لینک اون پلتفرم رو بذارید و اینجا بتونید براش تاریخ مشخص بکنید و یه دراپ رو بسازید که مثلا م... چجوری دراپ کی قرار داد مثلا اینایی که الان دراپ کردن اینایی که قبلا دراپ کرده بودن پسته یعنی اینایی که گذشته قبلا دراپ کردن مثلا NFT هاشون رو مثلا گفته هفت سپتامبر ساعت یک مثلا فلان تا فلان ایکس... این ساعت هم اکسپایر اه... میشه اکتیواش هم مثلا ایناست شما میتونید مثلا این مثلا این پروژه رو نگاه کنید فکر کنم اونا ایکس او باشه و ای... ببینید که اینجا نوشته حتی که اه... به توییترش رو داده تویتر رو فکرم میسفمه از اه... های ایرانی هم هستش فکر کنم آره از دوستامونه که مثلا شما میتونید این دراپش که توی این تاریخ تا این تاریخ هستش و الان اکتیو هست و روی پلتفرم فاندیشن تو همه مشخصاتش هستن لینک شده میتونید برید ببینید که مثلا این افتر می کی قرار دراپ بشه و حالا گفته دیگه اینا رو این برای پروموت کاراتون خیلی جالبه دیگه این قسمت دراپ چیزی که حتی خود مثلا دکا هم گاهی فیچر میکنه آرتیست های متفاوت و چیز میکنه میاد معرفی میکنه و حتی باعث میشه که یه سری کالکتوری که اینجا فعال هستن ببینن کار شما رو و وقتی که دراب کردین اونا رو بیان کالک کنن و یه کامیتی خیلی باحالی یعنی برای شو کردن دراب های جدیدتون این قسمت دراپس ها خیلی کاربردیه و امیدوارم که از این قسمت استفاده کنید و در واقع استفاده اساسی و جذاب خودتون رو ببرید از این قسمت حالا ببین اینا دیگه دراپایی که مثلا رو چینای مختلف مثلا اون رو فاندیشن بود مثلا رو چینای دیگه هم میتونی ببینید رو تزوس نمیتونم روی حالا اون فاندیشن روی اتریوم بود بقیهش مثلا ممکنه روی تزوس باشه یا مثلا بیت کوین یا هر جا یعنی شما هر پلتفرم داشته باشیم میتونید لینک بدید و ببینیم فکر کنم کار آره نعیم است مثلا و در واقع دراپای های مختلف رو شما میتونید اینجا ببینید این قسمت دراپ حالا فکر نکنم خیلی چیز خاصی داشته باشه که من بخوام مفصل تر صحبت بکنم در مورد دراب ها بهتون تقریبا گفتم Upcoming ها هم که اونایی که در آینده قراره اتفاق بیفته این اکتیو که همین الان اکتیو در آینده هم که خب اسکجل میکنی و حتی میتونی اینجا نوتیف میو بزنی وقتی نوتیف میو بزنی برات ایمیل میره مثلا اینو نوتیف بزنم دیگه نوتیفش آن میشه و هر وقت که این دراب شد 45 ساعت دیگه برای من ایمیل میاد من اینو نمیخوام مثلا دوباره دو میتونم کنسلش کنم این مثلا چیز ابزار خوبه برای کالکتور ها و آرتیست ها دیگه چی یه قسمت کرییت داره که خب میتونید پست کرییت بکنید اگه میخوای پست بذاری اینجا میتونید گالری هایی که دارید و لینکش رو بندازی اینجا کپی پیست بکنی و بذاری یا اینکه NFT هایی که رو توی کیف پولت مثلا هست اونایی که لایک کردی اینا رو بذاری پست کنی اینم هم مثل همون پست کردنی که بهتون گفتم چه شکلی توی گالری ها پست میشه کرد اینم که آپلود میشه کرد اونایی که آپلود کردید در و دراپ کردید میتونید بعد میتونید اینجا انتخاب کنید که برای کی پست بشه یعنی برای فالووراتون اینو بازم تکرار میکنم یا توی اسکوئر ها زیر, تاپی، تاپیک های مخصوص به خودش مثلا آبجکت پروفایل پیکچر نمیدونم جنر... جن آرت یا هم جنراتیو آرت بعد یا وان او وان آرت اینا دیگه تو های خاص خوش داره گفتم شما میتونید اسکوئر خاص خودتون رو داشته باشید حالا به چه شکل میگن میگم اینم که خب کرییت به سیمپل گالری که تو از همونجا میشد بهتون گفتم چه جوریه اسکوئر ساختن اینم که فری استایل گالری که در صحبت کردیم اسکوئر uh, هستش که یعنی یعنی ابزاری که مربوط به آرتیست ها میشه یا یک کیوریتور مثلا اسکوئر که شما بزنید میتونید تاپیک مخصوص به خودتون رو با اسم خودتون اینجا داشته باشید دیسکریپشنش رو داشته باشید قوانینش رو بذارید تگار رو بذارید بنر بذارید بنر مثلا میتونید یه مثلا NFT خودتون باشه که تبلیغ بشه آیکون بذارید و اینکه یا اوپن باشه برای همه یا اینکه گیتد باشه این گیتد یعنی اینکه مشخص میکنی که مثلا اونر یک NFT فقط میتونه اونجا عضو باشه این خوبه برای اینکه مثلا شما یک کالکشنی دارید میخواید اون کالکشن مخصوص اون اونرها باشه اونا رو دور هم جمع بکنید توی یک تاپیک مثلا از این گیتد استفاده بکنید که نیو هم بزنید تو بعد حالا آه. آه. وقتی میخوای یک چیزی مثلا کرییت بکنی فکر کنم الان میگه که اینا رو چیز بکن پر کن من نمیخوام الان اینا رو پر بکنم بهتون نمونه کرییت شده رو بهتون نشون میدم میگه که 15000 تا نیاز داری خب حالا این DXP چیه؟ DXP حالا جلوتر توضیح میدم ولی همینقدر بدونید که یه جور فری تو پلی پوینتس هستش یه سری امتیازه که شما مثلا تو گیم احتمالا دیدید که یه سری امتیازها به دست میارید. با اون امتیازها میتونید یه کار خاصی رو انجام بدید یا مثلا یه مرحله رو رایگان انجام بدید یا مثلا یک اسست یک لباس برای مثلا کرکترتون بخرید با این در واقع فری تو یا اینجا به اسم DXP که در واقع یه سری یه سیستم امتیازدهی توی دکا هستش که خب حالا اینجا چون جاش بود بهتون بگم از این ها اینجا DXP با این سیستم DXP شما در واقع یه سری امتیاز میگیرید با روش های مختلف که از این امتیازها میتونید استفاده کنید برای کارهای مختلف که یکی از اون کارها همین بحث ساخت اسکوئر هستش به نام خودتون فاوندرش یعنی شمایی 5000 تا دی ازتون کم میکنه یعنی باید سرمایه گذاری کنید دیپوزیت بکنید تا بتونید بسازید و بقیه میتونن بیان سرمایه گذاری بکنن با امتیازهایی که دارن مثلا یه نفر خودتون هستید و نفری هزار تا ده نفر دیگه هم نفری هزار تا دی میذارن و میشید فاندر این اسکوئر حالا این اسکوئره در موقع مثلا مثلا اسکوئری که من ساختم آرت فاندرش مثلا من هستم و بقیه دوستان که اینجا هستن بقیه میشن ممبر یعنی تقریبا یازده تا فاندر داره بقیه میشن ممبر که اصلا اینو من قبلا ساختم و وقتی که این رو ساختم اینی الان میتون NFT خودم بنرشه این بنفیتی که به من میده یا حالت بنر تبلیغاتی منم هست دیگه و ممبرایی هم که اینجا هست خب گفتم بهتون در واقع میان ریاکشن نشون میدن به گالری شما حتی ممکنه این ممبرا کالکتور باشن کار شما رو کالک کنن یا بقیه آرتیستا باشن نظر بدن در مورد کارتون کامنت بذارن اینجا میتونید باز پست کنید اونم سیستم پست کردنش مثل همونه که شما میتونید گالری بزنید یا اینجا اینجوری پست بکنید گالریاتون رو یا یه میکرو گالری خودتون از قبل اینجا بسازید درگ اند دراپ کنید اینجا و بسازید و پست کنید حالا من نمیخوام زیاد سرتون رو درد بیارم برای همین سعی میکنم هم مفصل بگم هم خیلی دیگه وارد جزئیاتی که بعدا خودتون میتونید پیدا بکنید نشم ولی حالا الان حساب بدونید که این قسمت کرییت خب این قسمت ها رو داشت و این آپلود هم که بهتون گفتم چه شکلیه یه فایل رو دیگه مستقیم از روی کامپیوترتون پرینت آپلود کنید بازم تکرار میکنم یه, یه ماه تقریبا این آپگرید رو اورده قبلا شما نمیتونید چیزی آپلود بکنید و حتما NFT استفاده میکردید اینجا اسم و دیسکریپشن رو بعدم آپلود میکنید و کاراتون رو میذارید و دراپ میکنید Uh, خب اینجا بلنس منو زده اتریوم والت تزوس والت هم هنوز کانکت نکردم تا کانکت کنم بقیه ان اف تو قسمت والت نشون بده uh, خب مثلا اینجا من سه دو اتریوم uh, چون معمولا این نکته امنیتی هم بهتون بگم توی والت اصلیتون که آرت ورک دارید معمولا من خودم چیزی نگه نمیدارم چون تومه خوبیه برای اینکه وسواسی بشن بیان هکتون کنن یا پولتون رو بدزدن برای من اینجا چیزی پولی نگه نمیدارم مگه اینکه بخوام چیزی مینتولیس کنم انتقال میدم به این این یه نکته امنیتی بود که بهتون گفتم بگم خب این کریت ها هم گفتیم همشو این اچ هم که گفتیم یه قسمت اینجا داریم نوتیفیکیشن نوتیفیکیشن که خب مثلا همه جای دیگه نوتیف میاد براتون جو مارک اول از روی میتونید بزنید بگید که من خب اینا رو خوندم نمیخوام این قسمت سخت که همیشه مثل همه جا هست کتگوریای مختلف داره که من داشتم از این روی این داکس ها براتون میخوام تاپیک های مختلف رو بگم حالا اینا هم سعی میکنم در مورد این تاپیک ها صحبت بکنم حالا فعلا تو همینجا داشته باشید این قسمت آرتیست ها و بذارید هوم هم باز کنم دیگه ببینیم که آرتیستا هم اینجا میتونید حتی آرتیست های متفاوت رو پیدا بکنید میبینید الان اینجا اینایی که فیچر شده خود پلتفرم اینا رو فیچر کرده هر از چنگ اینا رو عوض میکنه اینجا به ترتیب حروف الفا یه انگلیسی گذاشته مثلا جی مال خودم رو میتونم اینجا پیدا بکنم ببینید الان از اینجا میتونید برسید به پروفایل من و هر آرتیست دیگه ای که یا خودتون ممکنه باشید جا پیدا بکنید اینم از این حالا اینم قسمت اکسپلور هستش که شما از این قسمت ما اومدیم و بقیه آدمایی که حتی فالوشون ندارید و میتونید کاراشون رو اینجا پیدا بکنید قسمت آرتیست هم که بهتون گفتم که آرتیست ها رو میتونید اینجا پیدا بکنید آه... یه قسمت جواله و دیگه داشت حالا آه... این هوم هم که بهتون گفتم که خب این قسمت سجست میکنه بهتون آرتیست های دیگه که فالوشون بکنید اینجا ترند سکویرز هاست مثلا این دارک آرتی که مال من هست چون فعالا اکتیو ممبراش اینجا تو ترندز ها اووردتش بقیه مثلا انیمیشن رو میتونید شما جوین بشین یا ویدیو آرت رو میتونید جوین بشین حالا بذارم مثلا دارک آرت رو من باز کنم این دارک آرت هم باز فاندرش من هستم در واقع این،, این فاندرشه اینجا نشون میده دویست و تا ممبر داره مثلا اینو سه ساعت پیش من دنس وید بولیتس که این افراد فروش رفته مثلا اینو باز بکنید شما تمام مشخصات این گالری و ایزا میتونید ببینید حتی اینو باز بکنید میبینید که تمام جزئیات این NFT اینجا برای تو نوشته اینجا مثلا نوزده تا لایک شده بعد پست شده تو اسکویر مثلا چیز توی آرت و اینو شما میتونید فول اسکرینش بکنید نمیدونم چیزای خیلی سختی نداره آها این ما این این چیز مهمیه که مثلا تو مارکت پلیسی که اینجا هست مثلا اوپن سی یا x تو وای تو که حالا اینجا فاندیشن رو نذاشته نمیدونم چرا و اینکه اینجا ازش میتونید یه اچ بسازید این مثلا کرییت اچ رو که بزنی همون چیزی که براتون توضیح دادم که میتونید از این یک اچ بسازید حالا پروژه اچ هم براتون توضیح میدم جلوتر که چه شکلیه یه مختصری در موردش حرف زدیم خب دیگه چی؟ دیگه همینها دیگه مثلا اینا شما میتونید میگم به مارکت پلیس های مختلف مثلا لوکس رو شما ببین این کار رو میتونید بس برید روی لوکس ریر اینجا میبینید دست بشم و بهش دسترسی داشته باشید آفر بزنید بخرید پروپرتیسش مشخص. مشخصه همه چیش مشخصه شیر بکنید و دیگه همینا دیگه این دیگه میتونید مثلا توی این مارکت پلیس لوکس ریر مثلا بهش دسترسی داشته باشید خیلی خب دیگه چیه توضیح ندادم بذار اسکویر مختلفی که من خودم مثلا ف... یا فانت کردم یا ما خودم را اینجا دارم مثلا آرتس باز اسکوئریه که خودم فاندش کردم یا در واقع فاین که مثلا مال بچه ها بوده دوستان من مثلا رفتم دور هزار تا پی دادم جز فاندرا شدم شریک شدم این فاین و و اینکه آها از این قسمت هم شما میتونید بقیه یعنی ای این علامت کره زمینه رو که بزنید می میتونید بقیه اسکوئر ها و تاپیک ها رو اینجا ببینید یعنی مثلا اینجا دی کیوریتور پی اف پی ها پروفایل پیکچرز ها مثلا تعداد ممبراشون هم اینجا زده یا جنارت یا معروف ترین گونگ دکا گونگ وان وان بعد همینجوری تا پایین دیگه اینا رو مثلا ایکس کاپی شست و پایین بیست و نو یا آه ببین مثلا اینجا آرت ما هم تقریبا جز مثلا بیستای اول فکر کنم آره حتی کمتر Uh, یعنی اسکوئر خوبیه این یعنی ممبراش نسبتا خوب فعال بودن و این اسکوئر اومده بود هر چقدر این اسکوئر شما پیشرفت بکنه شما میتونید آرت کیوریت یعنی یه گالری کیوریت بکنید یا یه چند تا آرتیست رو کیوریت بکنید کاراشون رو بذارید اونجا برای فروش یا برای دیدن و پروموت شدن و خب دیگه بخشای مختلف داره که آها این اکتیواشون هستش اینا باید حتما 15 هزار تا دیکس پی خرج بشه تا اکتیو بشه ها اونایی که هنوز اکتیو نشده خب اسمش باشه پندینگ در حال منتظره که یه چند تا در واقع 5 تا دیگه مثلا این یکی 5 تا دیگه فاندر پیدا بشن و اینو فاند کنن یا ما کیوتی یا اصلا اینها دیگه هر کدومش میبینید اصلا منطقه این 7 تا ممبر داره و 8 تا دیگه نیاز داره که بتونه بیاد بالا مثلا این اومده 4 تا 2 رو چیز کرده و 6 تا ممبر داره هندکرافته داوز مثلا 5 تا ممبر داره که مثلا اگه من بخوام اینو چیز کنم مشارکت کنم کانتریبیوت بکنم هزار تا دی اکس از من میگیره میبینید مثلا میگه که هزار تا دی اکس من نمیخوام الان اینو مشارکت کنم لازمه این که این اکتیو بشه پونزه هزار تا دی اکس و که در واقع هزار تاش پنی... یعنی 5000 تا فان... فاندر اصلی این بوده 4000 تا هم که بقیه نفر 1000 تا گذاشتن 4 نفر دیگه شده 9000 تا و 6000 تا دیگه نیاز داره تا برسه به این و اکتیو بشه این هم سیستم اسکوئرز ها که چجوری کار میکنه کرییتش هم بهتون گفتم من تا بذارید همینجا اگه بخوایم بذار با تاپیکا بریم جلو اگه نگاه به تاپیکا بندازم ببینم چیزی بوده که از قلم انداخته باشیمش آرتیست ها رو که کامل گفتیم حالا بذار من یه نگاه دیگه بندازم اگه آرتیست چیزی داشت که من بخوام بگم و بگم نه فکر میکنم آرتیست رو همه گفتیم بریم سراغ اصلا این تاپیک آرتیست تموم شد تا اینجا شما تا اینجا یاد گرفتید که چجوری میتونید توی پروفایل شخصیتون پست بسازید گالری بسازید والتتون رو شما لایکا و نمیدونم دراپ نیو دراپ داشته باشید و با کتگوری مختلف آرت آشنا شدید توی اسکویر هایی که اینجا داشتیم و اگه تا اینجا خوشتون اومده لطفاً چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب بفرمایید Uh, و اینکه uh, ادامه ویدیوها رو من با تاپیک های دکا گونز اند ایکس پی دکاز اچ موس والیبل گالری رایت کلیک شیر دکا و بقیه تاپیک های مختلف در همین پلی خواهم گفت تا تا اینجا لایک و سابسکرایب یادتون نره uh, من جی تی بودم و اینکه خوشحالم که دارم تجربیات خودم رو uh, با شما شیر میکنم Uh, و اینکه اینجا مشخص نوشته جوین about one years ago uh, one year ago و آره یه سال یه سال رو دو ماه پیش من uh, عضو این کامیونیتی شدم و خیلی برام جالب بوده تا الان خیلی uh, ترکشن و و ها و تعامل های مختلف و آرتیست ها و کالکتور های مختلف داشتم تو همین کامیونیتی uh, و حالا اینجا بهتون بگم که uh, تقریبا این سه حدود حالا اگه براتون خواهد. بر خودم که اولویت دومه ولی خب معمولا بحث مالی این قضیه هم برای سری جالبه اگه میخوایم بحث اینو داشته باشیم بگم که مثلا حدود دو سه اتر تا تا الان توی قره هایی که این پلتفرم داشته تا الان من سود داشتم و یکی از اون چیزهایی که بهتون هم نشون دادم همین دکال بود که یکیشو گفتم بهتون که یه تر تقریبا یک خورده فروختمش و یکیشم هم که همین الان بذارید بازش بکنم ببینم آفر جدید نیومده تو همین فاصله که داشتیم صحبت میکردیم آفر 15 صدامی بود فکر کنم این متفاوته مثلا این آفرهای مختلف میزنن یکی اکسپت میکنه یکی نمیکنه و الان فکر کنم 15 صدام آفر روشه حالا من پروژهشم هم براتون باز میکنم این دکاله که برنده شده الان من 243 دلار یا 15 صدام اتریوم روش آفره مونتا هیستوریش شما اینجا میتونید چک چک بکنید که چقدر فروش رفته هیستوریش رو بریم اینجا توی خود پروژه اصلی دکال توی اوپن سی بریم بازش کنیم آره این دکال همین کیج گلید ساخته شاید در مورد کیج گلید هم یه صحبتی دارم که بهتون میگم که این آرتیست چقدر آرتیست معتبریه توی دنیای جنراتیو آرت و آنچین NFT ها ببینید الان شما اکتیویتی اینو ببینید نمودار فروش این از اولش زده مثلا یه زمانی اوریج پرایسش یک و تقریبا یه دهم اتریوم بودی که همون موقع من فروختمش و مینید مثلا هی بالا پایین داشته دیگه الان مثلا قیمتش فلورش هشت دهمه ده اگه اشته فلورش 4 44 صدم اتریومه مون تا آفرش 15 صدمه و این دکال هم براتون در توی قسمت دکال ها صحبت میکنم که چی هست که اصلا من برنده شدم مثلا چجوری میشه برنده شد چه شکلیه اگه تا اینجای ویدیو با ما بودید احتمالا براتون توضیح خواهم داد مثلا این 29 روز پیش 438 دلار فروش رفته یکی از همین ها یا مثلا کمی عقبتر بریم ببینید که مثلا 568 دلار آ ببین الان این 1.4 و 2275 دلار حالا به اتریوم شده 1.4 و اتر فروش رفته 8 ماه پیش یکی از این دکال ها و میبینید که آره این دکال مثلا یه پروژه ای بود که من توی قره هاشون دو تا شما برنده شدن و خیلی جذاب بود و گفتم شاید این قسمت ماجران براتون جذاب باشه این پروژه های جانبی دکال که مال این دکادات آرت هستش مال این دکادات آرت هستش که هر دفعه صد تا از این آیتما رو که مال یک آرتیست مثل خودتون هستش حالا این یکی از معروف در این آرتیست هایی بوده که این کارو فلورش هم خیلی بالا بود در واقع جایزه میده حالا اینو بعد در موردش حرف میزنیم توی قسمت دکال ها که رسیدیم م... یه کمی تو... توی ویدیو بعدی میخوایم در مورد دکاگونز ها صحبت بکنیم و دی ایکس پی و سیستم دی ایکس پی و حالا سعی میکنم باز بیشتر صحبت بکنم نمیدونم تا, این... تا اینجا چند دقیقه شد ولی خب امیدوارم که تا اینجا استفاده کافی برده باشید از این قسمت که یک حالت وبینار توری بود از دکاد آرت و بحث آرتیست هاست پروفایل پروفایل که شما یک کمی در مورد گزینه های مختلفی که اینجا هست منوهایی صحبت کردیم گالری ها و اینها حالا توی ویدیو بعدی حتما حتما دنبال بکنید من میخوام در مورد بخش های مختلف صحبت کنم دکاگون ها و دیکس پیا دکالز ایچ و اینایی که گفتم خیلی خب، مرسی که تا اینجا با ما همراه بودید لایک و سابسکرایب یادتون نره فعلا تا ویدیو بعدی